امروز فکر کام جلسه سوم باشه راجع به تراجدی مسجد الاقصا و فلسطین و بررسی دینی و تاریخی از این قضیه بسیار مهم که این قضیه بر تاراج نیست این قضیه قضیه بخصوص بر تاراج از طرف دینداران و از طرف کسانی که اه مردم به سوی دین میخونند کسانی که مردم به سوی دین میخونند شعارهای سیاسی سیاست مدار نادانسته تکرار کنند دین و به آتش میکشند آجا میفرمایید و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماد که المسلم اخو المسلم مسلمان برادر مسلمانه لا یظلمه و یسلمه نه ظلم برش میکنه نه تسلیمش میکنه یعنی باید این کار نکنه باید بهش ظلم نکنه تا اگه پنهانده رو تسلیمش نکنه اگه تو خونه دشمن شما تسلیمش نکنه و من کان پی حاجت اخی کان الله پی حاجت کسی که برای رفع نیاز برادرش باشه برادر مسلمانش خداوند نیاز او را برطرف خواهد کرد و من فرج ان مسلمی کربتا فرج الله عنه کربتا من کربات یوم القیامه کسی که مصیبتی مشکلی از مسلمانان و حل کنه خداوند از مصیبت های روز قیامت براش حل خواهد کرد مصیبت های روز قیامت را از سرش دور خواهد کرد و من ستر مسلمان کسی که ستر مسلمانی رو بپوشونه خداوند روز قیامت سترشو میپوشونه ارز کردم این مسائل رو درست بفهمیم این ستر پوشی نیست که بیاین علنا افتضاح بوار بیارید بعد میگه آقا سترشو بپوشون <تصفح> این ستر پوشی وقتی که کسی معصیتی رو مخفیانه انجام داد اما معصیتی رو علنی انجام داد مخالفت با شعر کرد بعد این کار رو منکر کرد با زبان این رو توضیح دادم مقصود این که دفاع از سرزمین مسلمانان یک واجب شرعی است طور اون سرزمین اول قبله اول, اول مسلمانان باشه مسجد الاخصا باشه منادیان آزادی اونها رو تروریست بنامید منادی آزادی مسجد الاخصا را برای ارزای دیگران برای اینکه پاسپورت بگیرید برای اینکه خود شیرنی بکنید برای اینکه نمیدونم خودتو معتدل جلوه بیدید اونها رو دوست بنامید مال خور بنامید اینها دجالگری است اینها بازی سیاسی است وقتی که وقتی که دعوتگر شروع به بازی سیاسی میکنه در واقع دین رو تاراج میکنه مگر اینکه موضع درست بگیره مگر اینکه موضع مردانه بگیره ارز کردم در دفاع سرزمین مسلمانان چه کشمیر باشه مسجد رقصا فلسطین منباب و هر سرزمین سرزمین مسلمانان این واجبه بر هر مسلمان و هیچ اختلافی در این نیست امام ابن آبدین یکی از فقهای بزرگ مذهب حنفی است ایشون کتابی داره مشهور به نام حاشیه ابن عابدین یا فتاوای شامیه مذاهب اربعه این سوال من در, یک ز... کنفرانس در وقتی که در سی سال پیش در ایران بودم مطرح کردم هیچ کسی از شیعیان نتونست جوابش بده موندم و هنوز هم جواب ندارن هنوز هم جواب ندارن بلکه مذهبشون مذهب مصحب باند سیاسی است مذهب نیست و هیچ کسی مثل علامه احسان الهی زهیر این م... اگرچه جانشو در این راه داد این مطلب رو به این وضوح بیان نکرده ولی خواهش میکنم کتاباشو بخونید ایشون کتابی داره به نام حاشی ابن آبدین یا فتاوای شامیه در مذهب هنفی این کتاب کتاب مفتابهیه یعنی چی؟ یعنی در مذاهب اربعه در مذاهب اربعه که تا حدی از تکامل رسیدن چرا چون اینها باندای سیاسی نبودند که زیر زمین کار کنن مثلا این داعش امروز یه باند سیاسیه درسته یا نه یا القاعده یک باند سیاسیه باندی که زیر زمین باشه نمیشه به با افکار افکارش رو ظاهر کنه در میان مردم عذر میخوام افکارش مورد مناقشه قرار بگیره صحت و صغمش ظاهر بشه مردم اون که خوب انتخاب کنم چرا که بعد دور بندازم افکار زیر زمین باطنی همیشه اینطوریه شاید در طول تاریخش چون یک باند مخرب و مفسد و خرابکار زیرزمینی بوده برای که ابزار دست کلیسا و کنیست و آتش کده بوده و هست امروز هم هست اینا رو در این سی سال بسیار توضیح دادم و افکارش وارد مناقشه نشده چطوری کتاب مفتابهی داشته باشه گفتم آقایون مذاهب اربعه کتاب مفتابهی داره در هر مذهبی ما چند کتاب مفتابهی داریم یعنی چی؟ یعنی اینکه مفتی از اصحاب مذهب سواری نمیگیره مثل مرجع تقلید شیعه نیست مثل پیر و مرید صوفی نیست مفتی فتواشو میده مقلدان یا پیروان مذهب که البته اینجا اینجا آدم ناچار بدهیات و توضیح بده مقلدان مذاهب اربعه مثل مقلدان شیعه نیستن بلکه اونا از یه مذهب پیروی میکنن مذهب را یک شخص نیست استادم و دکتر حجی کردی خدا حفظش کنه هنوز هم زنده یک کنفی دو آتشه ایشون میگفت که رأس مذهب حنفی چل تا مشتهد درش هست یعنی چی؟ یعنی اینکه این مذاهب اربعه هیچ کدومشون رأی امام مذهب نیستن یک سر در یک سر اصول و قواعد با هم دیگه اتفاق کردن مثل سازمان های اسلامی امروز جمعیت های اسلامی امروز سازمان های رابطه عالم اسلامی اتحاد علم مسلمین و, خب اتحاد علمای اثر اینا مغالد هستند مردم به تقلید خودشون نمیخونن یک مؤسساتی هستن نهادهایی هستن دینی که به اجتهادشون آراشون بر مبنای اجتماعیه بر مبنای دست جمعیه یک نفر نیست هیئت بزرگ علما در عربستان سعودی فقط رای شکمین باز نیست مجموعی از بزرگترین علمای کشور رو اونجا جمع کردن اینها در مسائل مبتلا بهی در مسائل جدید اجتهاد میکنه. خب این اجتهادو کسی پسندید قبول میکنه کسی نپسندید اختیار خودش داره نپسندید مثلا به رای خودش رای دیگری قوی تر بود یعنی اینجا مفتی از دیگران سواری نمیگیره اما تشیع نه چون بانده تصوف نه چون بانده اینا بانده سیاسی هست دو اسلام خراب کردن با این های سیاسی ظاهرشون دوستی اهل ظاهرشون تسکیه نفسه ولی اینجوری نیست ظاهر شما رو فریب نده بگذاری این کتاب فکر موضوع تحدی واضح شد و, هم و, همه مذاهب عربه چند تا کتاب در این مورد دارن و خود بنده این کتاب و مقداری شو در پیش استادمون مفتی بزرگ احناب در شام شیخ عبدالرزاق حلبی درساش حاضر می شدن. شخصی است که در حالت تشهد عکسشو دادم در حالت تفسیر قرآن قرآن جلوش دستش اینجوری جانم جان آفرین تسلیم میکنه یک نفر مرجع شیعه رو در طول تاریخ به من نشون بدی که اینطوری مرده باشه اصلا این گفته باشه محاله این یک پدر بنده حضرت مولانا عبدالله خدا رحمتش کنه که مولانا عبدالعزیز وقتی رو میگرفت گریه میکرد گفت شما اونو ندیدید واقعا من ندیدمش من یک سال و نیم عمرم بوده که فوت کرده و رو در مقابل اون چیزی نمیدونست با وجود خودش عالم بود وارد بنده هاش بر این کتاب شرح نوشته تعلیق نوشته و یک شب <تصفح> ابن عبدی رو رحمت الله علیه خواب میبینه که فلانی چرا من لگت میزنی دست دیگه داشته دیگه ادامه نداده اندر فقهی کتاب خوبیه اما انظر عقیدتی من خودم زیاد نمیپسندمش چرا؟ برکه بر بر اینکه یه شخص زندیقی مثل مثل ابن عربی رو شیخ اکبر مینامه اگر یک انسان عادی اون شیخ اول اکبر بدونه ایرادی نمیشه خیلی ازش گرفت میگم نمیدونه اما یک فقیه یک عالم باید در این موارد حساس باشه لیکن اون تخصصش به هر فقه تخصص تخصص شیخ ابن عابدین در عقیده نیست در حدیث نیست هر عالمی یه تخصصی داره در تخصص خودش بسیار محترمه در تخصص خودش بسیار محترمه خب این مقدمه را گفتم برای که بدونیم که رأی احنا یا مالکی ها یا شاپی ها یا همبلی ها در این مورد چیه ابن عابدی میفرماید که فرض این به نص و خدمت نشون بدم فرض اینه بر هر مسلمانی اذا هجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام اگر دشمن بر مرزی از مرزهای اسلام حمله کرد بر مرزی بر سرحد تو چرسو کشوری تا مسجد الاقصى فييسير فرض عين على من قرب منه هر کسی که نزدیکی به اون مرز خب تصویر خود هم ظاهر کنم که خسته نباشی خسته نشی و هر کسی که در اونجا نزدیکه در اون مرز نزدیکه برش فرض عین میشه فرض عین میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه نیا وقتی جهاد فرز عین شد دفاع از کشور فرض عین شد دیگه اجازه هیچ کسی لازم نیست خب بعد از اون فا اما من ورام هر و بعد از اون همین فرض این ادامه پیدا میکنه کسانی که جلو میرن ببخشید اینجا فرض این میشه بر اونایی که در اون منطقه هستند که از کشور خود دفاع بکنند اما اونهایی که پشت بر اونها فرض کفایی میشه به شرطی که بهش نیاز نداشته باشن اذا لم یحتاج الیهم فن احتیج اگر نیاز داشته باشند به این معنا که کسانی که اونجا هستند آجز باشن اونی که نزدیک از مقاومت از دفاع کشورشون از در مقابل دشمن آجز باشند. اولمی اجزو آنها ولیکن هم تکاسلو یا یعنی که نه دارند دارن لیکن کوتاهی کردن م... جهاد نکردن از کشور از سرزمین مسلمانان دفاع نکردن فا اینهو یفترضو علی من یلیهم فرض عین یفترض بعد از اون حد مثلا فلسطین مورد حمله قرار گرفت بر خود فلسطینی ها فرض عین میشه بر اردنی ها بر لبنانی ها بر عراقی ها فرض کفایه میشه اما اگه فلسطینی ها نتونستن اون موقع بر, همسایگانشون فرض عین میشه اگه فلسطینی ها کوتاهی کردن فرض عین کسلات و والصوم لا يساهم ترکو مثل نماز مثل روزه برشون فرض این میشه نمیتونن دفاع از سرزمین مسلمانان رو ترک و ثم فثم الى ان يفترض على جميع الاسلام و همچنین ادامه داره تا اینکه بر همه اهل اسلام فرز میشه در شرق و در غرب که چی که سرحدات اسلام دفاع بکنن از این واضح یعنی امروز دفاع سرزمین مسلمانان چه کشمیر باشه چه فرز چه فلسطین باشه آیا فلسطینی پلس... ها کوتاهی نکردن همسایه‌شون هم کوتاهی کردن بر همه مسلمانان هم فرض عینه که مسجد الاقصا رو نجات بدن در این هیچ اختلافی نیست الان سیاستمدارا هر هر جوری که میخوان برقصن ولی مولای دین نباید رقص سیاستمداران تکرار بکنه حرف اونها رو تکرار بکنه دعوتگر نباید حرف اونها رو تکرار بکنه در این مورد نباید نظر شخصی خودش اظهار کنه رأی فقهی دینی رو باید نقل کنه انتظار از دعوتگران انتظار از آلمان دین انتظار از خانگویان دین اینه که در مورد دین رأی دین رأی فقه رأی مفتیان و رأی اهل دین را نقل بکنن نه هوای شخصیشون را نه نظر شخصیشون را بخصوص که اگر صاحب نظر در این رأی نباشند. به خصوص که مشتهد در این رأی نباشند به خصوص که اگر آگاه در این رأی نباشند خب این رأی امام ابن آبدین یعنی هنفی بود ببینیم که امام رم، رملی رحمت الله علیه از اهمه شافی چی می پرماید فا این دخلو لنا اگر دشمنان در یک شهری از شهرهای ما داخل شدند و سر بیننا و بینهم مسافت القصر بين ما وبين اونها مثل 62 كيلومتر 70 كيلو بود مسافة قصم خو فيلزموا اهلها الدفع واجب مشي لازم مشي اهل اون سرزمين السرزمين خود دفاع كنان حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة حتى كساني جهاد برشون واجب نيست مثل شخص فقیر مثل یه بچه مثل برده قدیما برده بود مثل یک شخصی که وامداره مثل زن حتی بر اینها فرض میشه شما خود دیگه قیاس کنید و برای که موضوع طولانی نباشه سعی میکنم که این موضوع رو انشاالله در جلسه بعد در جلسه چهارم بیشتر ادامه بدم وصل الله علی سیدنا محمدین وعلى اله وصحبه وسلم